نبرد رزمندگان سوریه در نقاط مختلف همچنان ادامه دارد. نیروهای اسد که عاجز از مقابله با رزمندگان ارتش آزادی هستند، با بمباران مناطق مسکونی و پرتاب بشکه‌های انفجاری پاسخ می‌دهند. نگاهی سریع به جبهه‌های نبرد. بعد از اینکه رژیم اسد در استان درعا بخش اعظم تیپ 61 را از دست داد، بمباران‌های هوایی و توپباران شهرک‌های نزدیک و بیش از همه بمباران شهر نوارا افزایش داده است. کمیته های هماهنگی محلی از اصابت 3 موشک زمین به زمین و تعدادی از بشکه های انفجاری خبر دادند. در جریان همین تهاجمات، رزمندگان ارتش آزادی تلاش نیروهای اسد برای اشغال شهر را سد کردند و تعدادی از تانک ها و تجهیزات نظامی اسد را منهدم کردند. بمباران هوایی و توپخانه‌ای به روستای انخل، جاسم و بصره‌شام نیز کشیده شد. نبردها در محله منشیه در درعا 3 روز متوالی است که ادامه دارد. این نبردها با بمباران هوایی شهرک‌ها و روستاهای دیگر همراه است. شدیدترین بمباران‌ها بر روی شهر داریا و ملیحه در حومه دمشق متمرکز بود. شبکه خبری سوریه اعلام کرد شهرک ملیحه بیش از 10 بار هدف بمباران هوایی قرار گرفته است. توپباران شدید نیز ادامه داشته. این توپباران تا خانشیخ نیز کشیده شده. در دمشق نیز درگیری‌ها در محور کارخانه برادا در محله قدم همچنان ادامه دارد. در تصاویری که مخالفان منتشر کردند، ارتش آزادی بعد از اینکه مواضع اسد در محله جوبر را به کنترل خود درآورد، به میزانی از تسلیحات و مهمات دست یافت. در مناطق شمالی نیروهای اسد خانه‌های مردم را در اطراف تل مله منفجر کردند. آنها همزمان با پرتاب بشکه‌های انفجاری شهرک لاتامه را مورد تهاجم قرار دادند. مرکز رسانه‌ای هما خبر داد رزمندگان مواضع نیروهای اسد در اطراف شهر مورک در حومه هما را منهدم کردند. در شرق استان دیرالزور نیز نبردها بین رزمندگان و نیروهای داعش گسترش یافته است. نیروهای اسد همزمان به بمباران هوایی مناطق تحت کنترل رزمندگان در شهر دیرالزور پرداختند. رژیم ایران که به خاطر پروژه اتمی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است و از یک اقتصاد بیمار رنج می‌برد، در پی خالی کردن کیسه مردم ایران و کمک به بشار اسد برای کشتار بیشتر است. رژیم ایران برای کمک به بشار اسد در جنگی که 3 سال است ادامه دارد، با تنگنای مالی روبروست. از این رو سپاه پاسداران بسیجی را برای جمع‌آوری و کمک به اسد راه انداخته است. سپاه پاسداران در سایت رسمی خود این بسیج مالی را در همه استان‌های ایران راه انداخته است. کمک‌های مالی و نظامی رژیم ایران به همپیمانش در دمشق با ارسال روزانه محموله‌های تسلیحاتی همراه است. پاسدار محمد اسکندری از فرماندهان سپاه پاسداران از دخالت رژیم در جنگ سوریه پرده برداشت و آن را جنگی علیه آمریکا دانست. همینطور مقام‌های نظامی بارها به تسلیح شبه نظامیان و گردان‌های مزدور برای جنگ در سوریه اعتراف کردند. حسین همدانی، یکی از فرماندهان مهم سپاه پاسداران، چندی پیش به تشکیل حزب الله سوریه اشاره کرد. مجید مظاهری از دیگر فرماندهان سپاه پاسداران نیز گفت سوریه و لبنان خط جلوی ایران است و اگر پشتیبانی در این کشورها را متوقف کنیم، باعث خواهد شد که دشمن به مرزهای ایران برسد. قرار است شورای امنیت ملل متحد به درخواست فرانسه این هفته تشکیل جلسه بدهد تا مجدداً جنایات اسد در حق مردم این کشور را بررسی کند. در همین رابطه گمان می‌رود روسیه و چین بار دیگر کارشکنی کرده و پیشنویس قطعنامه‌ای را که فرانسه تهیه کرده وتو کنند. الله
جرائم الأسد في طريقها إلى المحكمة الجنائية الدولية بالحبر الأزرق. خواست فرانسه و برخی دیگر از کشورهای عضو دائمی شورای امنیت این است که پرونده اسد به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع داده شود. این تصمیم بعد از بررسی هایی که سازمان ملل متحد در رابطه با جنایات اخیر اسد انجام داد اتخاذ شده است. قرار است در روز پنجشنبه نماینده اسد در شورای امنیت حاضر و به موارد اتهامات پاسخ بدهد. البته دیپلمات های غربی معتقدند که حامیان اسد بار دیگر به کمک او خواهند آمد و تصمیمات احتمالی که در این رابطه گرفته خواهد شد را به تو خواهند کرد. مسکو پیشاپیش گفته است با وجود اینکه نظام اسد در حال خارج کردن تسلیحات شیمیایی خود از خاک این کشور است، ارجاع این پرونده در این زمانبندی کار درستی نیست. این در حالی است که رژیم اسد در هفته‌های گذشته بارها از گاز سمی علیه مردم این کشور استفاده کرده است. آمریکا لزوم ارجاع پرونده این رژیم به دادگاه بین‌المللی جنایی را دوچندان می‌کند. رزمندگان سوری در دمشق با تهاجم به مرکز تجمع نیروهای اسد در منطقه جوبر توانستند انبارهای تسلیحاتی آنها را به کنترل در بیاورند. این عملیات از این جهت دارای اهمیت بود که این مراکز در خطوط مقدم نبردها واقع است و آخرین توجیهات و آماده سازی نیروهای اسد در این مرکز انجام می شد. رزمندگان بعد از عقب راندن مزدوران اسد تمامی ادوات نظامی به غنیمت گرفته شده را به مناطق آزاد شده منتقل کردند. رژیم اسد با افزایش بمباران‌های مناطق مسکونی طی روزهای گذشته بر جنایات خود افزوده است. شورای نظامی انقلاب سوریه طی بیانیه عنوان کرد نظام اسد بمباران مناطق مسکونی در تمامی شهرهای این کشور را در روزهای گذشته چندین برابر افزایش داده است. رژیم اسد 155 موشک به منطقه قلمون شلیک کرده است. محله المنشی درعا و شهر نوا نیز شاهد بمباران‌های گسترده بودند. این در حالی است که هواپیماهای اسد شهر جاسم را دو مرتبه مورد تهاجم قرار داده است. شهر مورک در اطراف همانی است با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت. همچنین شهر حلب و اطراف آن بارها به طور وحشیانه مورد حملات هوایی با بشکه‌های انفجاری قرار گرفت و تعداد زیادی از ساکنان قربانی شدند. منطقه تلبیسه هومس نیز مورد هجوم قرار گرفت. شهر کفر تخاریم از توابع ادلب نیز بارها بمباران شد. در تمامی این بمباران‌های وحشیانه شهروندان غیر نظامی و منازل مسکونی آنها هدف اصلی حملات بودند. یکی از مقاصد رژیم اسد از شدت بخشیدن به این حملات وحشیانه از جنوب تا شمال پشتیبانی مزدوران داعش است که رزمندگان برای بیرون کردن آنها عملیات‌های گسترده‌ای را خصوصاً در دیرالزور تدارک دیدند و هم اکنون درگیری‌های شدیدی در این مناطق در جریان است. نظام اسد سعی دارد برای عادی جلوه دادن اوضاع در پایتخت مناطق آزاد شده این شهر را از انقلابیون بازپس بگیرد که البته هر بار با شکست مواجه و مجبور به عقب نشینی شدند. این رژیم طی روزهای گذشته علاوه بر بمباران‌های گسترده بیش از 155 موشک اسکاد به این منطقه شلیک کرده است. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در چارچوب عملیات در هم شکستن محاصره شهر نوا و در ادامه تهاجمات سنگین و سلسله پیروزی‌های خود بخش اعظم تیپ 61 را به کنترل خود درآوردند. جنوب سوریه على معظم اللواء 61 في ريف درعا. تیپ 61 یکی از بزرگترین تیپ‌های اسد در سوریه می‌باشد. تیپی بزرگ با توانمندی نظامی بالا
که در مساحت بزرگی در حومه غربی هوران و حومه قنیطره گسترش پیدا کرده است. اسم این تیپ در اذهان مردم هوران یادآور حملات به اغلب روستاهای قنیطره در جریان اشغال این شهر است. به خاطر همین یکی از اهداف اصلی رزمندگان هوران در هم کوبیدن این تیپ است. از اول نبردها انقلابیون اقدام به دیدبانی تیپ 61 کردند که در واقع یکی از بزرگترین تیپ هاست و منطقه قنیطره و درعا رو تحت کنترل خودش داره. انقلابیون دست به یک کار استراتژیک زدن. اونا اول مناطق دور فرماندهی تیپ رو به کنترل خودشون در آوردن که به اونها امکان پیشروی به سمت فرماندهی رو داد. انقلابیون بخش اعظم تیپ را به کنترل خود در آوردن و سپس با زدن گردانهای اطراف آن توانستند در نهایت مقر فرماندهی تیپ را تسخیر کنند. وجود این پایگاه برای رزمنده ها باعث ناراحتی بود چون این تیپ اغلب مناطق مسکونی در حومه غربی استان درعا و قنیطره و تمام روستاها و شهرهای اون رو بمبارون میکرد. از شروع سال 2013 انقلابیون با همه گردانها در یک کار مشترک و نبردی قوی علیه این تیپ اقدام کردند. الحمدلله الان در ماه پنجم 2014 هستیم و از این تیپ چیزی جز 15% نیروش باقی نمونده. از تیپ 61 جز گردان تانک در شیخ سعد و تل جمو چیزی باقی نمانده و انقلابیون در صدد هستند پرونده این تیپ را که اهالی منطقه را تهدید می‌کرد برای همیشه ببندند. این موفقیت در چارچوب سلسله پیروزی‌های ارتش آزادی در حومه قنیطره و درعا است که در نهایت به برچیدن یکی از بزرگترین تیپ‌های نظامی اسد از نظر نیرو و تجهیزات منجر شد. پناهندگان سوری در اردن با برپایی مراسم و جشن‌هایی با رزمندگان همگام و یک صدا می‌شوند. والعرب إرهاب لك بعدنا ونحن سيوف بتحشر القلب. پناهندگان سوری که بر اثر جنایات اسد جلای وطن کردند و به کمپ‌های پناهندگی رفتند، یک لحظه هم از فکر سوریه و انقلابی که در آن جریان دارد غافل نیستند و از هر فرصتی و هر امکانی برای ابراز احساساتشان استفاده می‌کنند. شب زنده‌داری گروهی از این پناهندگان در کمپ زعتری در اردن نشان می‌دهد که این شهروندان سوری چطور آرمان‌های جنبش مردمی را در دل خود زنده نگه می‌دارند. هر هفته ما این جلسه رو تشکیل می‌دیم. با این کار سعی می‌کنیم اون چه رو که در گلومون مونده فریاد کنیم و خودمون رو با آرزوی تمامی مردم سوریه پیوند بزنیم. میخواییم به همه نشون بدیم تمام مردم سوریه، حتی اونایی که مجبور به ترک اون شدن، به اندازه کافی حرف برای گفتن در مورد انقلاب سوریه و ارزش‌های اون دارن. شب زنده‌داری کاریست که جوانان پرشور کمپ زعتری در اردن آن را برگزار میکنن. کسانی که به غیر از آزادی چیزی نمیخواهند و بر صورتشان جملات پیروزی نقش بسته است. ثوریه من وجهاء مخيم الزعتري اللي هم من محافظ درعا. این یک جلسه انقلابیه که در این کمپ اجرا میشه. ساکنان کمپ زعتری اغلب از استان درعا هستند. ما در این جلسه کار میکنیم تا محبت رو بین ساکنان ترویج کنیم. در اینجا همه ساکنان یک جا جمع هستند و از حال همدیگه و وضعیت همدیگه در داخل کمپ با خبر میشن. در این جلسه شب زنده داری همه از پیر و جوان هستند و چیزی غیر از شادی و شور انقلابی بین آنها نمیگذرد. نشاط طبعا مبادره من الشباب الطيبه على اساس انه کاری که اینجا انجام میشه برای ادامه زندگی خیلی لازم و ضروریه. با وجود اینکه همه مشکلات رو لمس میکنن، ولی محبتشون نسبت به هم بیشتر میشه.
همگی با رفتارشون به هم نوید پیروزی میدن. ایصال عربون محبت الى ثوار الداخل السوری.